درودهای گرم خدمت همیهنان گرامی، بینندگان عزیز تلویزیون اندیشه در سر تا سر گیتی. همیهنان گرامی، من حسین مهری هستم و برنامه برگی از تاریخ رو اجرا میکنم که کارگردان آن آقای امیر هستند و جناب آقای امینی در این برنامه همواره حضور دارند، حضوری ناگزیر به دلیل دانش تاریخی ایشان، به خصوص تاریخ متأخر ایشان. خدمتشون همینجا عرض سلام میکنم. همیهنان گرامی، بینندگان گرامی تلویزیون اندیشه و هر برنامه دیگری که این برنامه زنده رو پخش بکند، آنچه که دیدید پیش درآمد برنامه‌ای بود که روز پنجشنبه هفته گذشته من و دوست نازنینم حسین مهری برای برنامه برگی از تاریخ امروز ضبط کردیم. آخرین برنامه تلویزیونی مردی که بیش از نیم سده در سپهر روزنامه‌نگاری ایران جایگاه درخشانی داشت. روز شنبه، شامگاه روز شنبه، گزارش میخوام، شامگاه روز شنبه 12 ماه می در لس آنجلس، دوست نازنین من، روزنامه‌نگار سرشناس ایرانی و انسانی والا از میان ما رفت و من آخرین برنامه رو با ایشون با همکاری امیر که امروز هم کارگردان برنامه ماست ضبط کردیم. من یک بیاد دارم که پس از پایان برنامه از امیر خواستم که آیا او وقت دارد پیش از رفتن به یک رسانه دیگر مهری رو به خانه خود برساند و ایشان وقت نداشت و من برای ایشون ماشین سفارش دادم. روز آدینه هم، شامگاه پنجشنبه هم با هم گفتگو داشتیم، روز آدینه هم همینطور، تا اینکه در روز شنبه ایشان از میان ما رفتند. حسین مهری انسانی نیست که بتوان دوباره او رو یافت، یعنی مانند او رو یافت. انسانی به راستی دردانه بود، تنها، تک. من از شما پوزش میخوام اگر امروز در برنامه‌ای که با شما اجرا میکنم نخواهم توانست چیرگی بر سخنان خودم رو داشته باشم، دل من پر از غم و رنج از دست دادن یک دوست بسیار با ارزش، مردی که بیش از 11 سال من و او در برنامه های هفتگی رادیویی، هنگامی که در رادیو ایران فعالیت داشت، هر سه شنبه شب و هنگامی که با کمک دوستان از جمله آقای گوهرزاد و خود من به تلویزیون اندیشه آمد، در برنامه برگی از تاریخ با هم بودیم و در این سالهای گذشته او افسون بر برگی از تاریخ با من اجرا میکرد، دو برنامه دیگر رو هم در برابر بینندگان ارجمند در ایران قرار میداد. روز پنجشنبه که بنا بود در چشم انتظار ماشین باشد که او رو به استودیو بیاورد، چون این دوست نازنین من هیچگاه رانندگی یاد نگرفت و هیچگاه علاقه مند به رانندگی هم نبود، احساس کردم اندکی حالش خوب نیست و حتی از او خواستم اگر ناراحت هست برنامه تکراری برگزار کنیم، ولی گفت که نه، اصلا یک 15 دقیقه پیش از آمدن ماشین به پایین، به جلوی خانه کوچکی که آپارتمان کوچکی که با همسر زندگی میکرد در بخشی از لس آنجلس، در منطقه وست‌وود لس آنجلس رفتند و منتظر ماشین هستند. برنامه خوبی هم با هم اجرا کردیم. هفته آینده این برنامه رو پخش خواهیم کرد، ولی امروز من میخوام با شما سخن بگویم درباره دوست نازنینم حسین مهری، درباره همکارم حسین مهری، درباره کسی که در زمینه‌های تا جنبه استادی بر من داشت، نادرستی های واژه های عربی من رو در کارهایی که انجام میدادم اصلاح میکرد، چون چیرگی بسیار زیادی به عربی داشت و من گاه در کارهای نوشتاری که میکردم در مورد واژه‌های عربی و چیزهایی که بازگو میکردم از کتاب‌ها
از او یاری می گرفتم. خود من آشنا به زبان عربی هستم، ولی نه به اندازه حسین مهری. بر روی من با حسین مهری در سال 1992 آشنا شدم در منزل یکی از دوستان در حومه واشنگتن و ایشان را تا اون هنگام ندیده بودم. البته نام ایشان را می شناختم. آشنایی من با حسین مهری از دور در سال در همون بهار آزادی، در همون دورانی بود که هنوز بیداد جمهوری اسلامی پایگاه استواری نیافته بود. در تهران در یکی از کتاب فروشی ها کتاب تازه منتشر شده او رو که بازگردانی بود از کتاب بسیار بسیار خواندنی گابریل گارسیا مارکز یافتم. من شیفته کارهای گابریل گارسیا مارکز بودم و هنگامی که دیدم این پاییز پدر سالار به فارسی برگردانده شده و انتشارات امیرکبیر اون رو منتشر کرده، همونجا اون رو خریدم و نام حسین مهری رو برای نخستین بار یافتم. آشنا با کارهای نوشتاری او نبودم. بیشتر در اون دوران تا پیش از اون زمان، تا پیش از سال 57 و 58 در خارج از ایران زندگی میکردم، دوران دانشجویی و دوران کوشش های دیگری که انجام میدادم. از این رو با کارهای مهری با روزنامه اطلاعات یا آیندگان آشنایی نزدیک نداشتم. نام او رو اینجا اونجا شنیده بودم ولی جایگاه او رو در نیافته بودم و در همان روز نخستی که این کتاب رو خواندم و برگردان برجسته کار او رو دیدم، به راستی در شگفت شدم که مردی میتواند یک کار بزرگ یک برنده جایزه نوبل گابریل گارسیا مارکز رو که پیشتر به اسپانیایی منتشر شده و سپس به فرانسه برگردانده شده بود، از فرانسه با چنین شیوایی به فارسی برگرداند و به راستی شیوایی. دوستی ما از سال 1992 در پیرامون واشنگتن آغاز شد و سپس چند سالی پس از اون من با ایشان به گفتگوهای رادیویی در رادیویی پرداختم که زنده یاد مروتی در لس آنجلس برپا کرده بود. و جالب هم بود، مهری از یک پیشینه ملی و سپس پیوستن به زنده یاد دکتر شاپور و بختیار در پاریس، با اسدالله مروتی که از یک پیشینه سخت هوادارانه از رژیم گذشته ایران و انسان بسیار بسیار شریفی از اون بیرون می آمد، با من که از یک پیشینه دیگری آمده بودم همکاری داشتیم. در اون دوران من هم به مهری دلبستگی یافتم، هم احترام زیادی برای اسدالله مروتی و سپس فرزند ایشان که کار او رو دنبال کرد قائل شدم. ولی مهری پدیده دیگری بود. من در این درازای زندگی، در این سالهای نویسندگی، پژوهش، سخنرانی ها، سفرهای زیادی که در گوش و کنار جهان از مالزی تا استرالیا داشتم، با خیلی ها آشنا شدم. بسیاری از نویسندگان، روزنامه نگاران من رو به راستی مرهون یا مورد مهر قرار دادند و بسیار سپاسگزارم. با خیلی ها، آدم های بسیار بسیار داناتر از خودم، با جوانان، با روزنامه نگاران تازه به میدان رسیده، با روزنامه نگاران بسیار با پیشینه ایران، با نویسندگان، پژوهشگران در این سالها نشست و برخاست داشتم. هیچ کس رو مانند مهری نیافتم. این مهری که از مهری در دل من نشست در این سالها، به راستی باید بگویم که جز نزدیکترین خویشاوندانم، پدرم، مادرم و خویشاوندان نزدیکم، با هیچ کس دیگری در این سالها نداشتم. و میدانم که دو سویه بود، یک سویه نبود. یعنی من و او اگرچه هیچگاه آنگونه که همسرش او رو حسین جان صدا میکرد، هیچگاه او رو حسین صدا نکردم و همواره آقای مهری به او میگفتم و ایشان هم همینطور من رو آقای امینی صدا میکردند، ولی روابط ما روابط عموزاده و عمو بود و بسیار نزدیک. این که میگویم مردی بود دردانه، بسیاری از کسانی که با او در این سالها در رسانه های نوشتاری و رادیویی و سرانجام تلویزیونی کار کردن میدانند که با همه دانشی که داشت، انباشته ای که از دانش در او بود، مردی بود فروتن، بسیار فروتن. انسانی بود که واژه های
ناشایست از زبان او بیرون نمی آمد، حتی در هنگامی که می دانم که کسانی شایسته واژه های ناشایست بودند. هیچگاه از این راه درست برخورد به دیگران خارج نشد، حتی با کسانی که میانه خوبی نداشت پشت سر اونها به دشواری چیز بدی می گفت. فروتنی او، این زندگی براستی باورمند به بیداری مردم در وجود او بیمانند بود. آخرین برنامه که با هم اجرا کردیم ایشان 82 سال داشت. می توانست برنامه را اجرا نکنه، ولی همچنان شادمان از این بود که می رود و برنامه دیگری رو اجرا می کنه. گاه نگران بود که آقای امینی بنا بود دو برنامه اجرا کنیم، ضبط کنیم، چرا یک برنامه تنها ضبط کردیم؟ و من چون می دانستم که بر روی سالخوردگی در کلامش، در سلامتش تأثیر داره، کوشش میکردم که برنامه های کوتاهتری رو، یعنی به جای دو برنامه گاه یه برنامه با هم اجرا کنیم. به یادم میآید در کار رادیویی حتی یک بار من در پلکان هتل بودم، در بخشی که سر صدا بود در هتل رو، و ما برنامه زنده رادیویی با هم اجرا کردیم ساعت 10 شب به وقت لس آنجلس. هر بار که در هر زمینه ای من با ایشان گفتگو میکردم، با اینکه او میدانست که در زمینه های تاریخی من کار کردم، میرفت و در اون زمینه تاریخی پژوهش میکرد پیش از برنامه. از دوستان شنیدم که درباره برخی از مصاحبه ها کتابی رو میخواند تا بتواند مصاحبه کند. من باور ندارم که روزنامه نگار دیگری مانند مهری در سپهر ژورنالیسم ایرانی امروز وجود دارد. امیدوارم که روزنامه نگاران دیگر این رو به دل نگیرند، ولی فکر نمی کنم، باور نمی کنم که کسی مانند مهری در این سالها پدیدار گشته. از 15 سالگی وارد کار روزنامه نگاری شد، در سال 1315 به دنیا آمد و در 15 سالگی در همون دوران جنب و جوش ملی شدن صنعت نفت وارد کار روزنامه نگاری شد و از دور هم در همون دوران با آدم های مانند داریوش و همایون، داریوش و فروهر از دور آشنایی داشت، اونها رو میشناخت اگرچه هنوز به سن سالی نرسیده بود، و سپس وارد کار روزنامه نگاری در روزنامه اطلاعات و سپس 10 سال در روزنامه آیندگان در کنار دوست مشترک ما داریوش و همایون شد. نه من و نه حسین مهری با داریوش و همایون همسو نبودیم، ولی این بلندهای اندیشه‌ای مهری و این وابستگی حرفه‌ای او به کار ژورنالیستی اجازه میداد که جدا از باورهای شخصی خود که یک انسان به گفته خود مصدقی تمام عیار بود، با داریوش و همایون یک روابط حرفه‌ای بسیار نزدیک داشته باشه و با دیگران، با وزیری، با خیلی ها که در این روزنامه کار می‌کردند. و سپس که کار مشترک ما با هم آغاز شد، دیروز فکر میکردم که شاید ما 10 سال با هم آشنا شدیم در کار روزنامه نگاری او. من روزنامه نگار نیستم، من پژوهشگر تاریخ و نویسنده و کوشنده حقوق بشر هستم و اینجا و اونجا هم اگر اجازه پیدا کنم دستی در سیاست دارم، اما آشنایی من با او در کار بیرون از کار روزنامه نگاری آغاز شد و سپس هنگامی که دریافت من کارهای پژوهشی یا به چاپ رساندم یا در حال انتشار دارم، خیلی خیلی زود، شاید در درازای چند ماه، ما با یکدیگر دوست بسیار نزدیک شدیم و این بند دوستی ما در تمام همه این سالها هرگز نگسست. من هرگز رفتار بدی، رفتار ناشایستی، رفتاری که گواهی از این باشد که او از زندگی ناخشنود است، از او ندیدم. مردی که روزگار با او نیکی نکرده بود، هم در راستای سلامت و هم در راستای دارایی. انسانی که اگر در کشور دیگری به دنیا می آمد، اگر در کشوری دنیا آمده بود که زبان گابریل گارسیا مارکز بود، یا در ایالات متحده آمریکا به دنیا آمده بود، یا از شمار روزنامه‌نگاران فرانسه می بود، امروز زندگی تا پیش از درگذشت زندگی بسیار خوب می داشت. ارزش و جایگاه او رو می دانستند. نه در فرهنگ ما، در فرهنگ ما
مهری پیش از انقلاب 57، 4 سال پیش از انقلاب، برای ادامه درس خواندن در دانشگاه، یکی از دانشگاه‌های برجسته فرانسه، همراه با همسرش عفت، دوست خیلی خوب من، به پاریس آمدند و هر دو به کار دانشگاهی پرداختند و سپس او در اون دوران به کاروان کوشش زندیات بختیار پیوست. من تا اون زمان با ایشان آشنا نبودم، دیداری هم با ایشان نکرده بودم، ولی در تمام همه این دوران مردی بود که به سختی گذران زندگی او به سختی انجام می شود. یعنی هیچگاه به دنبال پول نبود، هیچگاه در سودای پولهای کلانی که این بر اون بر پخش می شود نبود، می توانست باشد و نبود. در دورانی که رادیو بسته شده بود، بارها به او پیشنهاد شد که با رادیوی دیگری همکاری کند و به من و یکی دیسکیگر از دوستان مشترکمون دکتر بروخیم می گفت که من با کسانی که به این رادیو که خانه من بوده زیان رساندند همکاری نخواهم کرد. یک نوع وابستگی ویژه‌ای، یک نوع وفاداری ویژه‌ای به کسانی داشت که با او کار می‌کردند و بی‌نظیر بود از این جهت. صدای گرم او، چیرگی او بر آن چیزی که دربارش سخن می‌گفت و گفتگو می‌کرد با دیگران، از لابلای این دو کتابی که در این سالهای گذشته 120 خطابه و 100 مقاله اون که در لس آنجلس به چاپ رسید کاملا آشکار است. مردی است که می توانست افسون بر روزنامه نگاری و برگرداندن کتابها، نویسنده بسیار سرشناسی هم باشه و بود، ولی کمتر به خود بها می داد. همواره می گفت من نویسنده نیستم، من با تاریخ آشنایی کامل ندارم، در حالی که انبوهی از دانش در وجود او می بود و من براستی در غم اندوه او سالهای درازی رو خواهم ماند. و می دانم بسیاری از شما همیهنانی که از دور و نزدیک با حسین مهری آشنا بودید می دانید که چگونه نمی توان جای او رو در سپهر سیاست، سپهر روزنامه نگاری، سپهر انسانی در ایران پر کرد. دهه ها خواهد گذشت و ما حسین مهری نخواهیم یافت. نگاه کنید به برخی از کارهای ویژه‌ای که انجام داده، با کسانی در ایران مصاحبه کرده مانند آدم های برجسته خونریز جمهوری اسلامی مانند خرخالی، دو بار و شاید بیشتر با خرخالی مصاحبه کرد و افسوس که بسیاری از این اسناد به دلیل شاید ندانم کاری کسانی که در کار رادیو بودن از میان رفته. برخی از اونها در دست هست، در خانه او بسیاری از این مصاحبه ها، از جمله نزدیک به شاید 500 ساعت گفتگویی که ما با هم داشتیم در دست هست، که من امیدوارم با همکاری و همراهی همسر ایشان اینها رو دیجیتال کنم و در انبار تاریخ نگه دارم. اما افزون بر اینا چند هزار ساعت گفتگو با سرشناسترین آدم های سپهر سیاست و روزنامه نگاری و نویسندگی و پژوهشگری و هنری تاریخ ایران در 30 و اندی سال گذشته داشته و کمتر کسی است که حسین مهری رو به نیکی نشناسد. من اینجا نمیخواهم به زندگی نامه او بپردازم، زیرا که در این هفته های آینده خیلی ها در این باره خواهند نوشت و خیلی ها می دانند. من از کارگردان برنامه خواهش می کنم برای اینکه من اندکی آرام تر بشوم، یک بار دیگر اگر می توانند اون کلیپی رو که در آغاز برنامه از چهره دوست داشتنی و صدای پرمهر حسین مهری پخش کردن، یک بار دیگر همین رو پخش کنند. با درودهای گرم خدمت همیهنان گرامی، بینندگان عزیز تلویزیون اندیشه در سرتاسر گیتی. همیهنان گرامی، من حسین مهری هستم و برنامه برگی از تاریخ رو اجرا میکنم که کارگردان آن آقای امیر هستند و جناب آقای امینی
در این برنامه همواره حضور دارند، حضوری ناگزیر به دلیل دانش تاریخی ایشان، به خصوص تاریخ متأخر ایشان. خدمتشون همینجا عرض سلام میکنم. نیک بنگرید، مردی که یک بیماری قلبی بسیار بسیار جدی چند سال پیش رو تا پای مرگ پیش برده بود، با چه استواری و چیرگی بر واژه ها در 82 سالگی دو روز پیش از درگذشتن با شما سخن میگوید. یکی از افتخارهای زندگی من آشنایی با حسین مهری است، یکی از فرازهای زندگی من آشنایی با حسین مهری است، یکی از بیادمانده ترین یادمانده های زندگی من در این است که آخرین گفتگوی حسین مهری با یک پژوهشگر، یک نویسنده، یک انسان، با هر کسی که در نظر بگیرید، با من در روز پنجشنبه هفته گذشته در ساعتی پس از نیم روز پنجشنبه در استودیوی تلویزیون اندیشه روی داد و پس از اون هم با هم چندین بار گفتگو کردیم. اون روز شاید من و حسین مهری بیش از 7 بار با هم گفتگو کردیم. من به تلفنم نگاه کردم پیش از برنامه، بامداد پیش از رفتن او به استودیو، در خود استودیو یادداشت‌هایی رو برای این برنامه با خود تنظیم کرده بود و برای من فرستاده بود با ایمیل و من اونها رو نگاه کرده بودم. به استودیو رسید و گواهیم من یادداشت‌ها رو یادم رفته و من یادداشت‌ها رو دوباره برای خانم مدیر تلویزیون اندیشه فرستادم. همونجا هم احساس می‌کردم که شاید اندکی لرزش در گفتار و سخن او باشه و پس از برنامه هم در این زمینه با او گفتگو کردم. گفت نه، خیلی سرحال هستم، هیچ مشکلی نیست و شوربختا که چنین هم نبود. شوربختا که دو روز پس از آن در بامداد روز شنبه نخستین حمله بود استاد و سپس در شامگاه روز شنبه از میان ما رفت و انبوهی از دانش و کار و سرمایه برای ما گذاشت. در کشورهای پیشرفته جهان، در کشورهایی که انسان دارای ارزش هستند، آدمهایی مانند حسین مهری، تورج فرازمند و آدمهایی از این دست، اینها بخشی از سرمایه ملی، از سرمایه نمادین جامعه به شمار می آید و اینها رو جامعه، دولت ارج می نهد. حتی در کشورهای مانند فرانسه آدمهایی که در این راستا بازنشسته شدن و حتی از کشورهای دیگر آمدن، برای اونها دستمزد ویژه‌ای تهیه میکنن. اینها بخشی از سرمایه ملی کشورهای دیگر هستن که به فرانسه آمدن. در همین ایالات متحده آمریکا روزنامه نگاران سرشناسی که به سنین بالا میرسند، برای اینها برنامه‌های ویژه برگزار میکنند، بزرگداشت برای اونها برگزار میکنند. برای مهری هم به یاری بنیادی که یک گروهی از ایرانیان در اجرای این برنامه دست داشتند و آقای میلانی گرداننده برنامه بود، برنامه بسیار پرارزشی رو برای ایشون اجرا کردند. ولی جای اون بود که برای حسین مهری هر سال از این برنامه ها برگزار شود. ولی در کشور ما این نوع انسان ها، این آدم های بسیار بالا جایگاه برجسته‌ای ندارند. اگر حسین مهری به ایران باز می‌گشت در زندان اوین در می‌گذشت و شاید در خیابان، در جایی کسانی با او همون رفتاری رو می‌کردند که در دوران قتل‌های زنجیری با روزنامه‌نگاران و نویسندگان برجسته دیگری کردند، شاید خانه‌نشین می‌شد. نه شاید، حتماً اگر هم مهری وجود می‌داشت و زندانی نمی‌شد، خانه‌نشین می‌شد و قلم او رو می‌شکستند و صدای او رو می‌گرفتند و جلوی او رو برای رفتن به تلویزیون یا هر رسانه‌ای می‌بستند، اجازه حتی مصاحبه با رسانه‌های خارج از کشور نمی‌دادند. چرا ما باید این گونه بی‌مهر و این گونه ناسپاس از بزرگان تاریخ و فرهنگ و سیاست و زندگی خودمان باشیم؟ اصلا ایران مگر تنها کوه و درخت و خاک و دریای مازندران و خلیج فارس و کوه دماوند و کبیر لوت و چیزهایی از این دست است؟ ایران خاک و درخت هست، رودخانه هست که بسیاری از اونها
به شکرانه کوشش های خستگی ناپذیر دوران آقای احمدی نژاد و پس از او خوش شده، ولی بیش از اون ایران یک فرهنگ است، یک تاریخ است. ما فردوسی، ابن سینا، بزرگان مانند سعدی و حافظ برایمان مانده، شاهنامه برایمان مانده، و در دوران مدرن انسانهایی که مانند دهخدا، مانند ایرج میرزا، مانند عارف با خامی خود مدرنیتی ایران رو ساختند، ایران رو بنا کردند. و در دوران نزدیکتر با کسان بسیار بسیار نادری مانند حسین مهری سر کار داشتیم که سرمایه ملی، سرمایه نمادین کشور ما بودند. این آدم ها باید در ایران خیابان به نامشان باشد، در دوران زندگی باید زندگیشون نه تنها تأمین بشود، بلکه با افتخار زیاد برای اونها برنامه های بزرگ داشت و گرامی داشت برگزار بشود. در بلندترین جایگاه روزنامه نگاری و نویسندگی ایران قرار بگیرند، نه فرومایگان در ایران قلم میزنند، کار میکنند. کیهان حسین شریعت مداری است، نه اطلاعات حسین مخری. حسین شریعت مداری ها، کرباسچی های روزنامه نبرد ملت در ایران روزنامه نگار می شوند، و یک دو جن آدم های بی سواد و بی دانشی که تا اونجایی که در ایران هستند با حکومت هم کاری می کنند و به خارج که می رسند به یک باره برای خودشون تاریخ می سازند و معلوم نیست کی هستند. برخی از اونها آدم های شایسته ای هستند و برخی هم نیستند. من به هیچ اصلا جایی نیست که به کسی برخورد کنم، ولی چرا نباید این همه رسانه ها و این همه کسانی که هزینه می کنند برای برگزاری برنامه ها حسین مهری رو بیشتر از دیگران برجسته کنند؟ من بسیار شادمانم که در این سالها من و حسین مهری و دیگر دوستان توانستیم هم در رادیو هم در تلویزیون صدای ایشان رو بیدار و زنده نگه داریم و خود ایشان رو بیدار و زنده نگه داریم، چون انسانهایی مانند حسین مهری اگر صدایشون خاموش شود، چهره اونها در برابر مردم نباشد، احساس نکنند که زحمتی میکشند و صدایی رو، بانگی رو به گوش مردم میرسانند، زودتر از پیش از میان ما خواهند رفت. اونها زنده هستند برای اینکه بتوانند عشق خودشون رو، مهر خودشون رو به این فرهنگ، به بیداری مردم، به مردم ایران نشان بدهند. و مهری از شمار چنین کسانی بود، مردی بود شیفته ایران با تمام قد، هرگز حاضر نمی شد در برابر هیچ پدیده‌ای که بوی تجاوز بیگانه در سپهر سیاست ایران در اون به مشام برسد با اون همکاری کنه. انسان والا، انسانی براستی شیوه مکتب کسانی مانند زنده یاد محمد مصدق که می دانم از نوجوانی شیفته مصدق بود تا پایان عمر، ولی نه با تعصب. یعنی آدمی بود که با شیفتگی به مصدق با فرای پهلوی مساوی بسیار بسیار خوبی می کرد، با دیگر شخصیت هایی که از دیدگاهی شاید با اونها زاویه داشت. هیچ گونه تعصب و پیورزی در این نوع گفتگوهای او به چشم نمی خورد. نگاه کنید به مجموعه برنامه های چهره ها و گفته ها، آدم هایی که به اونجا می آورد، روزنامه نگاران و شخصیت هایی که می آورد از خانواده های سیاسی کاملا گوناگون بودند، و این استادی حسین مهری بود. ویژگی یک روزنامه نگار بی‌طرف، یک روزنامه نگار راستگو در همین بود که ما در این راسته آدم هایی مانند حسین مهری با دانشی که حسین مهری می داشت کمتر می داشتیم و کمتر داریم و شاید دیگر نداشته باشیم. با دوست مشترک من مهدی خانبابا تهرانی، دوست بسیار عزیز من پرویز دستمالچی گفتگو می کرد، از آن سوی می رفت با کسانی گفتگو می کرد که درست دیدگاه رو در روی رو با آدم هایی مانند تهرانی یا دستمالچی داشتن. با هر دوی اونها هم دوست بود و هر دوی این دو گروه و همه این گروه ها نسبت به مهری مهر می‌ورزیدند و با احترام نسبت به او رفتار می‌کردند.
یعنی او رو انسانی میدانستن که در راستای روزنامه نگاری انسانی بیطرف، انسانی راستگوست و از کار روزنامه نگاری برای نان خوردن بهره نمیگیره، گذران زندگی میکند، اما کار او کار نان خوردن از راه قلم نیست، بلکه کار او کار رساندن آگاهی به مردمه. شیفته رساندن آگاهی به جوانان ایران بود. نگاه کنید در این انبوه کارهایی که او با من، با آقای میلانی، با آقای مشیری، با خیلی ها در این سالها انجام داده بود، برخی آدم ها رو اصلا او به جامعه ایرانی از راه رسانه‌ای شناسانده بود، آدمی رو کشف میکرد. من نام نمی آورم تا توهینی به دوستان نباشه، آدمهایی رو کشف میکرد که شاید آدمهایی بسیار با دانشی هم بودن ولی مردم او رو نمیشناختن و او این آدم رو به قول خودش در زبان فرانسه لانسه میکرد، این رو به میان مردم می آورد و به تدریج اون آدم سرشناس و شناخته شده میشد. و این خدمت بزرگی بود که مهری مخری به صدها نفر از پژوهشگران، نویسندگان، روزنامه‌نگاران، آدم‌هایی که در کار دانشی بودند، جوانانی که در کار و کوشش و جنبش سیاسی بودند در این سالها انجام داد. انبوهی از کار از او به جای مانده. ما باید اینها رو زنده کنیم. به گفته یکی از دوستان، ما باید بنیاد مهری برپا کنیم و من بران هستم که در چارچوب بنیاد آینده که این برنامه بخشی از اون هست و برنامه های مهری هم از اون بوده، شاخه‌ای رو به نام بنیاد مهری برپا کنیم و کارهای مهری رو در اونجا جاودان بسازیم. من نمیدانم در این ماه‌های آینده من چگونه بدون مهری به سر خواهم برد. بی همگان به سر شود، بی تو به سر نمی شود، داغ تو دارد این دلم جای دیگر نمی شود. بی همگان به سر شدی، اجازه بدید نخونم بقیه رو، دشوار هست. بی همگان به سر نمی شود، بی همگان به سر شدی، بی تو به سر نمی شود. من هنوز آشفته از دست دادن حسین مهری هستم، هنوز افسوس می خورم که چرا در این ماهای گذشته به سفر رفتم، سفرهای درازی رو داشتم و بیشتر زمان برای برنامه های تازه با مهری نریختم. یکی از گله های او از من، براستی هم به دل من در این روزها نشسته است، این بود که ایشان به استودیو می رفتند و من از راه دور، از راه اسکایپ با ایشان برنامه اش را می کردم. می گفت آقای امینی بیایید با هم چند تا برنامه زنده خیلی گرم اجرا کنیم. و راست هم می گفت. ای کاش چنین کرده بودم، ای کاش در این ماهای گذشته به جای این سفرهایی که باید می رفتم، رفته بودم او رو از خانه کوچکی که در اون زندگی می کرد، آپارتمان کوچکی با همسری زندگی می کرد، بر می داشتم و با هم به استودیو می رفتیم و برنامه گرمی رو کنار هم اجرا می کردیم. ما این کار رو پیشتر خیلی کردیم. من باز خواهم گشت به آرشیو تلویزیون اندیشه در این سالهای گذشته که می دانم دوستان گرامی اون رو حفظ کردند، جناب رضا و دوستان دیگر اون رو جاودان، یعنی ماندگار کردند. برمیگردم برخی از این گفتگوهایی رو که با هم زنده داشتیم در خود استودیو، اینها رو بازپخش خواهم کرد. خیلی زیبا بود این گفتگوهایی که به طور مشترک داشتیم و شاید بازگردم برخی از برنامه‌های رادیویی رو تلویزیونی کنم، یعنی اونها رو بیاوریم. و البته بسیاری از دوستان به راستی خدمتی کردن در این سالها و بسیاری از برنامه های رادیویی که من با مهری اجرا کردم اینها رو یوتیوبی کردند و پیکره های رو اون افزودن، از جمله برنامه بسیار دیدنی که شما رو تشویق میکنم اون رو بیابید، یک سری برنامه است که درباره فدایان اسلام من و آقای مهری از راه رادیو اجرا کردیم، چندین نشست، و اینها رو دوستی به نام یک اصفهانی در پاریس اینها رو ویدیویی کرده است. آشنایی هم با ایشون ندارم ولی بر روی کسانی هستن از این دست که خدمت کردن به جامعه ایران برای ماندگاری این نوع اسناد. یکی از ویژگی های حسین مهری اشاره کردم فروتنی بود.
در همه این سالها من یک بار غرور و خودبینی از او ندیدم. گاه به او میگفتم شما بیش از اندازه فروتن هستید، خودتون رو کمتر از دیگران میدانید، در حالی که جایگاهی که شما در تاریخ ادب و روزنامه‌نگاری ایران در این نیم سده گذشته داشته اید جایگاه بسیار بسیار برجسته است. و من امروز به شما به ویژه نسل جوان ایران میگویم که بروید و کارهای نوشتاری حسین مهری رو، اون چیزهایی که در آرشیو روزنامه های دوره های گذشته باقی مانده، در آرشیو آیندگان، اطلاعات و دیگر روزنامه هایی که او با اونها همکاری میکرد، اونها رو بجویید و بیابید و بخوانید و به روی اینترنت بیاورید. بروید و کارهای ترجمه او رو، برگردانهای او رو بیابید و ببینید با چه خامه‌ای، چه خامه توانایی او توانسته کارهای بزرگان فرانسه و دیگر کشورها رو به فارسی برگردانه و اینها رو در ادب فارسی جاویدان کرده. همین کتابی که اشاره کردم، کتاب گابریل گارسیا مارکز، من افسون بر این کتاب 100 سال تنهایی گابریل گارسیا مارکز رو هم خواندم به فارسی و فکر میکنم هر دوی اینها از قله های برجسته ترجمه در فرهنگ ماست، در برگرداندن آثار برجسته رمان غربی در فرهنگ ماست. در کار روزنامه نگاری من به راستی بر این باورم که ما در این سالهای گذشته، در این 50 سال گذشته مصاحبه کننده ای مانند حسین مهری نداشتیم. من به شوخی به او میگفتم که تو آریانا فالاچی ایران بدون مو هستی. امروز فکر میکنم آریانا فالاچی یک سرگردن از حسین مهری پانیتر است. حسین مهری در این سالها انبوه مصاحبه هایی که انجام داد و به کنکاش مسائل پرداخت و به تنگنای دیدگاه ها و گوشه های تاریک دیدگاه های مصاحبه کننده پرداخت بی نظیر است. شما هم میهنان گرامی میتوانید امروز در گوگل بروید و دو مصاحبه برجسته او رو با خلخالی، مصاحبه رادیویی رو گوش کنید، ببینید چگونه با چه تردستی از زبان خلخالی مسائل رو بیرون می آورد. در یک بخشی از اون، ای کاش امروز بود و من پخش می کردم، در یک بخشی از اون انگامی که به خلخالی زنگ می زند و من شیفته این چند ثانیه هستم، به خلخالی می گویم که آقای مهری از خارج از ایران پای تلفن است. خلخالی میگوید کی؟ میگوید مهری. میگه مهری کی؟ میگه از کجا زنگ میزنید؟ میگوید که از لس آنجلس، از رادیوی ایران. میگه چه رادیویی؟ ایشان توضیح میده، میگه از رادیوهای ضد انقلاب. ببینید اینجاست که شما توانایی و چیرگی یک روزنامه نگار، یک آدم برجسته رو در کار روزنامه نگاری میبینید. خلخالی به او میگوید تو از یک رسانه ضد انقلاب سخن میگی. مهری به این پاسخ منفی نمیده، بر نمیگرده با او درگیر بحث بشود، نه، میگوید که نه، رادیوی هوادار دموکراسی در ایران. و خلخالی پوزخند میزنه، دموکراسی؟ ببینید با چه تردستی، با چه توانایی، با چه چیرگی بر کلام، با چه متانت و خونسردی، به جای اینکه با این آدمی که میدانیم هزاران نفر رو به دست خود یا به دستور خود کشته، به جای اینکه درگیر بشود راه رو باز میکنه برای اینکه با او گفتگو کنه. او میگوید شما از یکی از رادیوهای ضد انقلاب با من حرف میزنی؟ میگه نه، رادیوی هوادار دموکراسی. یعنی بازی میکنه با خلخالی. خلخالی که فکر میکرد همه کاری کشور است، بنا بود برود تخت جمشید رو هم ویران کنه پس از اینکه آرامگاه رضا شاه رو کلنگی کرده بود و هزاران نفر رو کشته بود و بر سر جنازه اونها نماز خوانده بود با شادمانی. این گفتگوی حسین مهری با خلخالی یکی از شاهکارهای تاریخ روزنامه نگاری در ایرانه. فردایی که ما در ایران یک دموکراسی، یک جامعه سکولار مدرن داشته باشیم، در دانشگاه ها
در کلاس ژورنالیسم، کلاس بالای ژورنالیسم، کلاس بالای ژورنالیسم، کلاس بالای روزنامه‌نگاری، در فوق لیسانس، مصاحبه های آقای مهری رو استادان باید به عنوان چگونگی مصاحبه کردن، نمونه ای از مصاحبه کردن به شاگردان درس بدهند که شما چگونه می توانید سخن از زبان کسی که نمی خواهد سخنی بر خلاف منافع خودش بگوید بیرون بیاورید. همین ها رو با آدم های بسیار خونریز دیگری در ایران انجام داد. این انبوه کار او که از یک سوی می توانست با ملکه پیشین ایران سخن بگوید و از سوی دیگر با خلخالی شیرگی و دانش و توانایی او در راستای روزنامه نگاری و در این حال در سپهر انسانی است. من سخن خودم رو در اینجا با این واژه ها به پایان میرسانم که انسان یعنی مهری روزنامه نگار برجسته ای بود، نویسنده برجسته ای بود، آگاه به تاریخ بود، همه اینها بود، ولی از همه اینها بالاتر انسانی بالا بود، انسانی یگانه بود، یکی از بهترین آدم هایی بود که من در درازای زندگی شناختم. من شادمانم که در این 25 سال با مهری آشنا شدم و بسیار غمگینم که او را از دست دادم. شادمانم که یکی از برگ‌های بسیار بسیار درخشان زندگی من دوستی با حسین مهری بود. من در اینجا چون نمیتوانم برنامه رو ادامه بدهم از کارگردان تقاضا میکنم ترانه ای رو که با پیکره مهری فراهم کردن برای شما پخش کنن. پس از این برنامه، برنامه رو که خواهید دید، برنامه اگر برنامه یک کلمه رو ببینید، اینها برنامه های ضبط شده است و من توان اجرای برنامه زنده رو پس از این برنامه در امروز نخواهم داشت.